not B C بعلاوه A not B not C not بعلاوه A B C not. باید کاری بکنیم که X توسط XOR و not پیاده سازی بشه. میایم ابتدا در این دوتا عبارت از یک C فاکتور میگیریم. X برابر میشه با A B not بعلاوه A not B and با C. از این دوتا عبارت هم از C not فاکتور میگیریم. A B بعلاوه A not B not and با C not به دست میاد. حال با توجه به مشخصه ی گیت XOR A B not بعلاوه A not B معادل A XOR با B هست که با C هم AND میشه. بعلاوه A B بعلاوه A not B not هم میشه XNOR A و B که معادل XOR A B هست که اون رو قرینه میکنیم. ضرب داره C not. حالا اگر بیایم A XOR با B رو با Z نشون بدهیم، در این صورت X برابر میشه با ZC به علاوه Z not C not که کاملا مشابه X نور Z و C هست و یا قرینه XOR Z و C. Z XOR با C not. حال خود Z رو هم جایگذاری بکنیم، X برابر میشه با A XOR با B XOR با C not. حال میتونیم ماده رو با استفاده از دو تا گیت XOR و یک نات پیاده سازی بکنیم. ابتدا A و B XOR میشوند، سپس خروجی این XOR با C XOR میشه، در نهایت خروجی XOR دوم رو با گیت نات قرینه میکنیم تا تابع X به دست بیاید. و یا حتی اگر یک گیت XOR و یک گیت XNOR داشتیم، در این صورت این دوتا المان هم حذف میشه و به جای XOR که در خروجی اون نت قرار گرفته یک گیت XNOR رو قرار میدهیم و C ورودی دوم هست و خروجی XOR رو میایم به ورودی اول XNOR متصل میکنیم. خروجی این دوتا مدار دقیقا معادل هم هست. ولی اگر بخواییم با استفاده از منطق AND OR این مدار رو پیاده سازی بکنیم، به چندین گیت AND OR و NOT نیاز داریم، ولی در اینجا فقط با استفاده از یک گیت XOR و XNOR میتونیم اون رو پیاده سازی بکنیم. IC های XOR و XNOR هم به صورت تجاری در بازار وجود دارند و در نتیجه اگر طراحی رو با استفاده از XOR و XNOR انجام بدهیم، حجم مدارات هم فوق العاده کوچکتر خواهد شد. در ادامه یک سری قواعد رو برای تبدیل عبارات بولی و همینطور جدول درستی به مدارات منطقی بیان میکنیم. X برابر هست با AB به علاوه CD که ما برای پیاده سازی این به علاوه از گیت OR و برای پیاده سازی این ضرب درها که بین AB و یا بین CD و E وجود دارد از گیت AND استفاده میکنیم. بنابراین با استفاده از دو تا گیت AND و یک OR با استفاده از منطق AND OR تابع X پیاده سازی میشود. و یا X رو بدین صورت در نظر میگیریم که یک فرم دلخواه هست و به شکل SOP و یا POS نیست. در این صورت برای پیاده سازی این فرم دلخواه ابتدا ما باید اولویت رو رعایت بکنیم و در ابتدا میایم عبارت داخل این پرانتز رو پیاده سازی میکنیم که باید بیایم از دو تا گیت AND برای پیاده سازی CD و EF و یک گیت OR برای پیاده سازی این به علاوه استفاده بکنیم و در نهایت بعد از اینکه پرانتز رو پیاده سازی کردیم با استفاده از دو تا گیت AND AB رو با پرانتز AND می کنیم. برای پیاده سازی این NOT هم از گیت NOT استفاده می کنیم. پس مدار بدین صورت خواهد بود. خروجی رو X در نظر می گیریم که AND AB و این پرانتز هست. پس A به صورت مستقیم و B هم به صورت مستقیم وارد این AND خواهد شد. و پرانتز میشه CD NOT به علاوه EF. برای پیاده سازی D NOT D رو وارد یک گیت NOT می کنیم. سپس با استفاده از AND 1 CD NOT رو میسازیم. برای پیاده سازی EF هم از AND 2 استفاده میکنیم و در نهایت اونها رو وارد
Chạy 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 chạ